با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می کنم. امروز روز جمعه است و نهم از ماه دسامبر. در روزهای جمعه مدت یک ساعت این خدمت شما هستم و در باب مطالب ایران صحبت می کنیم، با آقای عرصی هم صحبت می کنیم. اجازه بفرمایید که ما اینجا یک غزل خیلی زیبا از حافظ برای شما بخوانم و بعد برمیگردیم به بعضی مطالب اشاره میکنیم و بعد هم با آقای عرصی صحبت میکنیم. میفرماید: در عهد پادشاه خطا بخش جرم پوش، حافظ قرابه کش شد و مفتی پیال نوش. صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست، تا دید محتسب که سبو میکشد به دوش. احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان کردم سؤال، صفتم از پیر می فروش. گفتا نگفتنی سخن، گرچه محرمی درکش زبان و پرده نگهدار و می بنوش. ساقی بهار می رسد و وجه می نماند، فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش. عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار، عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش. تا چند همچو شمع زبان آوری کنی، پروانه مراد رسید ای محب خموش. ای پادشاه صورت و معنی، که مثل تو نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش. چندون بمان که خرقه ازرق کند قبول، بخت جوانت از فلک پیر ژنده پوش. بهداد حافظ خیلی شاد بوده و سرحال بوده و عرض کنم خدمتون، عرض کنم که یک صحنه ای ما امروز دیدیم که فکر نمی کنم شما هم به همین وجه تا پایان عمر ما بتوانیم این صحنه رو فراموش کنیم و پیامداش رو بهش نیندیشیم و این سفاحت و این حماقت و این ارتجاعی که بر مملکت ما حاکم بوده است در این روزگاران اسلام رو بتوانیم توجیه براش پیدا کنیم. در یک مسجدی یک شیخکی نشسته، دکان تزویر و ریا گشوده. میدانید ماه محرم است و عرض کنم که بره‌کشی آخوندها و این همه مهمل و این همه دروغ و این همه خرافات که اینها گفتن در هیچ فرهنگی ما پیدا نمی‌کنیم. تا کی دروغ؟ باری صحنه خیلی 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 دهشتناکی است و جگرسوز. یک طفل معصوم، دو زن سپید پوش که گویی از پیش چنین طرحی داشتن که علی اصغر رو به نمایش بگذارن، که بارها عرض کردم من نمیدونم این دروغ بزرگ اینا برای چه میگن. آقا علی اصغر همون بود که 80 سال هم زندگی کرد بابا جان. این امام چهارم زین العابدین بیمار همون اصغر بود، اسمش علی بود، علی کوچیکه. حسین دو پسر به این نام داشته بابا جان، علی اکبر که کشتنش، علی اصغر که ابن زیاد میخواد سرش رو ببره. علی اصغری در کار نبود که کشته بشه که. یه عبدالله نام بود، یه بچه کوچک بود، در این درگیری کشته شد و همین دلیل حسین رو ابو عبدالله گفتن. علی اصغر چه علی اصغری؟ و در این درس میکنم موضوع ماجرای کربلا، دو بیچاره از اولاد علی هم نامشان از قلم افتاد، چون اسمش یکیش ابوبکر بوده، یکیش هم عرض میکنم که عثمان بوده. گفتن خب ما که نمیتوانیم برای عثمان و اینا گریه کنیم، عثمان ملعون بودند از این حرفا. بماند یه آخوند داره مهمل میگه مثل همیشه. این دوتا خانم هم اونچنان با یک عرض کنم فخری و با یک هیبت و هیئتی هر دو لباس سفید پوشیدن، وقتی آخوند بگوید علی اصغر رو حسن و روی دست آورد، اینها هم اون نمایش رو زنده بدهند و برای تبرک و تیمن بچه هم خوب است که تا آخر عمر خواهند گفت این همانیست که بردنش بالا و بهش عنوان علی اصغر دادن، که البته فکر میکنم بچه دختر بچه هم بود. حالا به هر صورت این فیلمش هست، واقعا چه بگم، شما خودتون نگاه کنید. امیر جان اگه در دسترس دارین این فیلمی که در یک مسجدی احتمالاً جنوب ایران هست، چون هوا گرمه و پنکه است و این سفها
این میله‌ای که پنکره میچرخونه اونقدر آوردن پایین که وقتی این زن دستش با بچه میبره بالا روی چاقو هست، پنکه میزنه به گردن بچه، بچه پرتاب میشه. لطفا نشون بدین هموطنان ببینن این عرض کنن که فداکاری ها برای حسین. بله بله من هم بشتم درود بر شما وطنان گرامی. ملاحظه فرمودید این زن سفیه این بچه رو انقدر برد بالا که این پنکم خیلی به سرعت میچرخید، از اون پنکهای بزرگم بود، زد بچه رو پرتاب کرد و فکر نمی کنم این طفل معصوم جان به در برد از این ضربه و از اون به زمین افتادن که اینا نمایشی بدهند برای حسین و علی اصغر. علی اصغر، من مطمئنم مطلبی نشده. آقا ما یک مغلطه‌ای داریم، یه چیز شاخدار که در تاریخ جهان فکر نمی‌کنم باشه، به نام دم یعنی خون، ولی دم یعنی همونطور که مرد مسلمان گوسفند داره، گاو داره، بزغاله داره، بچه هم داره، حالا فرقی نمی‌کنه. ای آقا 40 سالش هم باشه با زن و بچه و اولاد اینا، اگه این کشته شد ولی دم دیگه زنش کاری نیست که شریک زندگی این بوده، مادر بچه هاست، همه اینا نه، پدری که احتمالا یک نعل اسبی هم به سر کوبیده آمده میگه مبلغی به من بدین، ولی دم قاتل رو رها بکنید تو جامعه. ولی دم حالا گفتن آقا جز شهدا محسوب کنید، چیزی نشده که حالا داریم بهتر از علی اصغر که نبود که به قول خودشون. ولی دم در واقع این دوره ننگین رو فکر نمی کنم تاریخ جهان فراموش کنه. و ما که چاقوکشای پاسدار هستیم و چاقوکشای بسیج هستیم و سایر عرض میکنم اداره اطلاعاتی و مردم رو شکنجه کنیم، ببینیم از چه چیز داریم دفاع میکنیم، از کدوم عدالت، از کدام بزرگواری، از کدام قانون داریم دفاع میکنیم. ولی دم
آقا یک جرمی بود، جرم عمومی، رو چاقو کش بود. شما چاقو کش که نمیاد آزادانی که قتل رسونده، یه پول میگیری رها میکنی میره، تناب میذارم به گردن محکوم. یعنی سیستم دادگستری نیست برابر قانون بهیمی اسلام و توحش اسلام عزیز که میگفتن آقا این قبیله و اون قبیله دعواشون شده، حالا بیاد این قبیله اگه بخشید بخشید پولی هم بده به اون قبیله، همون داستان برقراره. ولی دم میاد اونجا و عرض کنم تنابه یا بر میداره یا لگد میزنه اعدام میکنه. خوش خورم هم میرم منزل. اینم حکایت عرض کنم که زندگی ما ایرانیان هست و مورد نفرت، مورد حیرت و نفرت همه جهان به انضمام سنی ها هست. آمدن در افغانستان یک مغالطه کردن، یه دروغ شاخدار که جسد مطهره. ما جسد مطهر نمیشستیم، هر جسدی متعفن. آقا این جسد رو شما بذارین سه روز بعد سگا از بوش فرار میکنن، سگ فرار میکنه مطهره. این رو آوردن نصف شب، جبرئیل آورده در افغانستان به خاک کردین. بابا این آقای حضرت علی مولا، علی مولای متقیان، لنگر زمین آسمان، وقتی رفیقش کشتش، فرزندانش حسن و حسین نصف شب پنهان این رو به خاک کردن که دشمنانشون رو آتش نزنن، از بس آدم کشته بود. کجا به افغانستان رسید و نمیدونم مزار شریف و مزار شریف و این حرفا. میگن دوتا سنگ، تخت سنگ بزرگ هم هست، میگن جبرئیل یه پاش گذاشت این سوی، پاشم گذاشت این سو، و این جسد مطهر مولای متقیان رو آورد اونجا به خاک سپرد. از اینجور مسخره بازی ها. اهل تسنن هم که اصل اسلام در دست اونهاست، یعنی به سنت پیغمبر هم دیگه، به سنت پیغمبرشون هم، حالا هرچه هست. این داستان شیعه گری رو یک چیز ابتکاری و دخالت در دین و ابداع در دین میشمارن و با نفرت تمام بهش نگاه میکنن. و همین چند روز پیش در همین شهرهای افغانستان در دو شهر بمب گذاشتن، بیشتر از 780 نفر شیعیان بدبخت گمراه نمیدونم خرافاتی رو به قتل رسوند. اینم داستان علی اصغر. بیان به این رحم کنید، به من رحم نکردین، بیان به این رحم کنید. حسین، حضرت امام حسین علیه السلام به قانون جدش کشته شد. بابا جان شما بایستی که به این قضایا توجه کنی هموطن عزیز، بری تاریخ اینا رو نگاه کنی، نه چه آخوند گفته. جدشون قانون گذاشته بود آب رو میبست توی دشمن، وقتی پیروز میشد مردان رو میکشت، زنارم به چیز میگرفت، اسارت میگرفت، اونشی که میخواستن بر میداشن، اونه میخواستن میفروختن. نگاه کنید به ابن خلدون، نگاه کنید به تاریخ طبری، اینا بودن علمای اسلام، اینا بودن بزرگان اسلام، اینا حقایق امور رو گفتن به ما. بزرگترین قاضی اسلام هم که شره بود، که از روزگار عمر عرض میکنم که مسائل مربوط به مسلمین در دست او بود و خیلی خیلی مشهور بود، این حسین یاغی بوده، چون همه اعراب بیعت کرده بودن با یزید، به زور شمشیر هم بیعت نکرده بودن. معاویه یک مردی بود سیاست مدار، همه رو راضی نگه داشته بود، رفته بود بیعت گرفته بود برای پسرش، بنابراین دولتش کاملا رسمی و قانونی بود. حالا چه میکرد یا نمیکرد؟ قاضی تشخیص داد که این کودتاچی بوده. قاضی در واقع مورد تایید علی، چون در اون مدتی هم که اون 3 سال اندی یا 4 سال اندی هم که علی حکومت ها، شریح رو خل نکرد، عزل نکرد، آقا یاقی بوده قاضی. داستان عجیبی است واقعا، داستان عجیبی است. این بچه زبان بسته بیچاره معصوم، اون پدر و مادر بیچاره ای که این رو بزرگ کرده بودن، تا اینجا رسونده بودن، بعد بلندش کنی برای علی اصغر بزنی به پنکه. ما
معلوم نشد چه شد این بچه، دنبال مطلب من واقعا ندیدم، فکر نمی کنم جان ببره، چون پرتاب شد و اتفاق خیلی بلند بود. دست این خانم عزیز هم رسیده بود به پنکه. حالا شما یه بچه نمیدونم چند ماهه رو از اون بالا پرتاب کنید، تکلیف قضیه معلوم. من به یاد دارم که در این جنگ های چی بین عراق و ایران و اینها، یه آقایی از این بازاری های ریشدار رو از همون نعل اسباب و اینا بهش پکانیش، این آقای چیز رفت که آقا سه تا بچه شما کشته شده، چی فکر میکنی؟ و ما همینیم دیگه، این لاتای چیز همون چاله میدونی، ما همینیم دیگه، اسلام دیگه، سه تاشه دادیم چهار تا دیگه هم میدیم، چهار تا دیگه هم داریم میدیم. و همینا که رفتن به راه اسلام، حالا من میخوام اینو برسونم به اونجا که مردم پشتیبانی این رژیم رو در صورت بروز جنگ مطلق نخواهند کرد، مطلقا مردم ایران پشتیبانی رژیم رو نخواهند کرد. اگر مردم پشتیبان این رژیم بودن در جنگ، حالا اون دو سه سال اول بمانه، شور انقلابی بود و چی بود و فلان، اینقدر به نام امام زمان و حسین و بهشت و کلید و امام زمان و قلابی بچه های مردم رو نمی بردن، به نام وطن می بردن و به نام جنگ با بیگانه می بردن. ببینید چند نفر می بچه های خانواده های بی سواد جاهل بیچاره رو بردن. و بعد این هم که باقی موندن، اینهایی که رفتن برای حسین و نمیدونم امام زمان، گوشه خانه ها افتادن، مریض، بدون پا، کور، بدون دست، تمام زندگیشون تباه شده، کوچکترین توجهی هم رژیم به اونا نداره، چون به درش نمیخوره. اون چاوکش جدید بخواد، چاوکش سالم، چاوکش سالم، آدمی که علیل شده و دیگه از کار افتاده و دیگه قدرت حرکت نداره، به در اینا نمیخوره که. حالا یک سر و صدای در آمده، یه عده شدن قیم ملت ایران، مرتب اطلاعی و اعلامیه پخش میکنن اینا. من فکر میکنم حق تصمیم گیری که چه باید بشود یا نشود در دست مردم ایران در داخل، به دلیلی که این که دوستانی که گریختن از اونجا اومدن بعد از انقلاب گریختن، به حمدالله والمنه در انگلیس زندگی میکنن، یه زندگی بدی ندارن، اونم که در امریکا هم زندگیشون البته بهتره، نه کتک خوردن، نه اردنگ خوردن، نه بچه هاشون آخونده کتک زدن کشتن، نه بچه هاشون ریپ کردن، نه زندگیشون بردن، نه روز و شب در وحشت مدام زیستن، نه تصمیم گیر ملت ایران شد. برای ملت تصمیم میگیر آقا، هر کسی بایستی به اندازه حقوق انسانیش حرف بزنه، تکلیف معلوم نکنه برای مردم. یه عده هستن داخل ایران، حالا موضع مخلص کاملا معلومه، بارها و بارها و بارها در طی این سالها که صحبت جنگ بوده فکر میکنم موضع مخلص معلومه، حالا نیاز بنده تکرار بکنم که من مخالف جنگ هستم علل اطلاق، اما بسیاری از مردم ما هستن در داخل ایران میگن خدای که این بمبا میاد تو سر من بخوره اولیش، از دست اینا ما نجات پیدا کنیم، شاید نجات پیدا کنیم، میگوید بمب ها بیاد شاید ما نجات پیدا کنیم، چون راه دیگری نداریم. استدلالشون هم درسته، بدون در نظر گرفتن عواقب، وقتی کسی مضطر هست در زندگی شما نمیتونی خیلی براش استدلال عقلی بکنی. کسی دو تا بچه‌اش کشتن، خودش از کار بیرون کردن، اون دو تا بچه دیگه‌اش گرسنه، شلاق خورده، تو سری هم خورده، خانه‌اش هم خراب شده، از عزت و شرف انسانی هم اینو خالی کردن، براش استدلال نمیتونی بکنی که آقا بم اگه بیاد حال جنگ بشه بعدش خوب نمیشه ها. گوش نمیکنه، میگه بم بیاد اول تو مغز من بخوره که شاید این مردم نجات پیدا کنن از این رژیم. آیا آماری ما داریم ببینیم چند نفر از ایران میخوان که جنگ بشه؟ هر جنگی آقا نمایندگی کیو میکنی؟ ما نماینده خودمون باشیم. آقا شما میتونی عقیدت رو بگی، یه عده اعلامیه پر میکنن، اطلاعیه و پخش میکنن، یکی هم نشسته آقا نمیدونم چی چی باشی با ریش و پشم انبوه و اینها، که علل اطلاق اون کسانی که میگویند که این جنگ باشد چنین نسته و نه، اینها خائنین هستن و ستون پنجم هستن. آقا به تو چه رفته، چه کاره هستی؟
تو به اندازه خودت حرف بزن، بنویس که آقا این جنگ اگر بشه بعد عواقبش چنین و احتمالاً، چون آینده‌رم که فقط احمقا پیش بینی کردن و پیغمبرا. شما به اندازه حق خودت و دهان خودت و کوپن خودت حرف بزن، بگو آقا به این دلایلی که من میبینم جنگ بشه چیز خوبی نیست. شما چیکار داری که حالا بگی اونایی که نمیدونم چیزن خائنین هستن و وابستگان اسرائیل هستن و وابستگان نمیدونم چی هستن و ستون پنجم هستن و فلان، از کجا آوردی اینا رو؟ یه عده هم امضا میکنن که جنگ چیز خوبی است، اونم یک چیز موثق عجیبی است، چون یه مؤمنی پیدا شده در اروپا از این حرفا میزنه. در سایه بعض استبدادیون سابق آه میکشن برای جنگ و گفتن که ما پوتین سربازه آمریکایی رو واکس میزنیم اگه بیان به مملکت ما. این شده سخنگوی اونها. یه عده آدم درست حسابی هم من دیدم، آقا اسم نمیبرم، بعض رفقای خود ما دفاع کردن از اینکه عجب جنگ چیز پربرکتی است، باید جنگ بشه و فلانی هست. میخوام بگم که ما اصولاً هیچ گونه جمعیت سیاسی به معنی اخص کلمه نداشتیم، استبداد نگذاشت ما داشته باشیم، داشتیم در واقع به این فضیلت میرسیدیم در همون سالهای 1320 و مقطع مشروطه و اینها. یک مش آدم عصبانی پرگو داریم، آدم سیاسی متفکر درست، نهیدیم که هر کسی قلم دست میگیره برای نفی و انکار یه عده‌ای داره دست میگیره، یه شخص به خصوصی. این مملکت ما، این 4 میلیون، بایستی اقلن، من نمیگم 2 میلیون، اقلن بایستی 50,000 انسان سیاسی تراز اول میداشت. هیچ خبر اینی گرفتاری ما یکی و دوتا نیست، واقعا فقط شده میدان جنگ، فقط شده میدان جنگ. یه عده به طبل جنگ میکوبن، حاضرن پوتین سرباز آمریکایی رو واکس بزنن که به کشور حمله بشه، یه عده به اینا میگن خائن و نمیدونم چی، یقم رو گرفتن. عرض میکنم که مطلب دیگه رو با خدمتتون بگم، با آقای عرصی هم داری با صحبت میکنیم، البته فکر نمی‌کنم این موضوع صحبت کنیم، موضوع هواپیماست. من از بی‌عرضگی آمریکایی‌ها تعجب می‌کنم. این هواپیما سابقه‌اش برمی‌گرده به جنگ دوم، یعنی شکلش. یک طراح بزرگ هواپیما بود که بعد الان اسم کارخونه‌اش هم می‌بره به همین کالیفرنیاست. یه آمد و گفت آقا این شکم هواپیما چیز اضافیه. هواپیما واسه 2 تا بال باشه. مسافربری یا جنگی. اتفاقا دولت، حالا اسمش یادم میاد به شما میگم، جک نورتروپ این طرح رو داد. دو بالش 170 و چند فوت بود، 170 که 2 فوت، چند تاش هم ساخت و 40-50 تایی. بعد دولت و ارتش گفتن ما نمیخوایم و اینا، ایده فراموش شد، جک نورتروپ بازنشست شد. بعد اتفاقات جالبی افتاد. یک ریاضیدان روسی فرمول‌های جیمز کلرک ماکسول، کسی که پدر الکتریسیته و مغناطیس هست و فرمولاش خیلی معروف هست، تحلیل جدیدی کرد، یعنی فرمولا رو به وجه دیگری نوشت. خیلی پیش، شاید بیشتر از مثلا 30 سال پیش یا همچی حدود، آمریکایی‌ها متوجه اهمیت قضیه شدن، این آقا رو، این ریاضیدان رو آوردن اینجا. و بعد از مدتی که گذشت، جک نورتروپ رو که این سکیوریتی کلیرانسش از بین رفته بود دیگه، یعنی نورتروپ دیگه اون سکیوریتی رو نداشت، بایستی دولت و اف بی آی اینا شما رو کلیر بکنن، در واقع شما رو بپذیرن که بشود اسرار کشور رو به شما گفت، دوباره براش صادر کردن که یک بار بیاد و کارخونه خودش رو ببینه. یک هواپیمایی ساختن که امروز بیدو بهش میگن، 2 تا بال مشکیه، رادار مطلق نشونش نمیده به خاطر کاربرد همون فرمول ماکسول و شکل اینها و نوع متریالی که استفاده میشه برای ساختنش.
و هواپیمای شگفت‌انگیزی بسیار بسیار گران قیمت، هر بی‌2. اتفاقا من یک دوستی داشتم که برای کمپانی نوتروپ کار میکرد، نه که اسرار به دستش باشه، اما خیلی چیزا میدونه. هر هواپیما قیمتش حدود 2 بیلیون دلار هست. یعنی این تکنولوژی با آقای جیمی کارتر در دورانی که خیلی ضعف داشت دولتش و میخواست بگوید من در دفاع قوی هستم، گفت ما یک هواپیما داریم این چنین، و جهانیان متوجه شدن که یک هواپیما ساخته شده بمب‌افکن دوربرد که هیچ راداری اون رو نمیبینه. و در جنگ عراق و اینجا و اونجا هم که شد، ابتدا اینها میرفتن بدون اینکه رادارا بتونن اینا رو بگیرن، میرفتن رادارا رو بمباران میکردن، صاف و صوب میکردن، بعد هواپیماهای بعدی میامدن و بمباران میکردن. بعد از روی طرح همون بی‌2 آمدن و هواپیمای کوچکتر ساختن بدون سرنشین، که من همین که صحبت میکنم گمان میکنم تعدادی از اینها که وظیفه های مختلف دارن، بعضی ها وظیفهش کسب اخبار ریکانسنس به قول خودشون، بعضی از اینها وظیفهشون پرتاب موشک هست و تخریب هست بر فراز افغانستان و پاکستان و ایران. امروز همین که من صحبت میکنم بنده تردید ندارم تعداد در حال پرواز هستن، و این یک اسلحه خارق العاده ای شد در دست CIA. اینا رو به CIA تحویل دادن و تصویر این تروریست های شناخته شده رو میدن به کامپیوتر این هواپیما، خودش بلند میشه از آمریکا میشه رهبریش کرد، از کشتی های خلیج فارس شروع میکنه، حتی آمده که از بو تشخیص میده که اونجا چه میگذره به لحاظ شیمیایی یا اتمی، عکس برداری فوق العاده پیشرفته. اینها در این دوره ها اگه نگاه کرده باشید بسیاری از این تروریست های فراری رو با اینا کشتن. در واقع هواپیما میره از فاصله چند مایلی عکس آقا رو میگیره، دوربین های بی اندازه قوی در مغز الکترونیکش مچ میکنه، میگه این آقای فلانی است، و از کشتی هم در واقع دستور آتش کردن موشک ها که زیر دوبالش هست میدن، هل فایر میسایل. البته من شنیدم که برای اینکه موشک آتش کنن باید از کاخ سفید اجازه بگیرن، نمیدونم همین این کار رو کردم. بله همین که ملاحظه فرمایید، یک نوعش هم همین هست که امروز به دست آخوندها افتاده و این فقط عکس برداری میکنه و اطلاعات خیلی خیلی مفید جمع میکنه برای که دیده بشه. حالا چگونه به دست ملاها افتاده خیلی 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 عجیبه، چون اینا قرار است یک دستگاه روی اینا باشه که در واقع سلف دستراکتیو، یعنی یک مواد مفجره است که وقتی هواپیما دست دشمن بیفته از طریق ساتلایت سیگنال میدن هواپیما مفجر میشه، و وقتی که این گم شده از دست رادار در شرق ایران که حتما مدت‌های مدیدی در اونجا داشتن اینا عکس برداری میکردن ببینن کارهای اتمی آخوندها در کجا دارن میکنن، اینها 4 تا سناریو دادن بفرستن و اینو بمبارون بکنن یا نمیدونم اسپیشال فورس برن با آدم چنین بکنن، و آخرش نرفتن و گویا احتیاط کردن که در این شرایط در واقع یک درگیری ایجاد نکنن، در حالی که این مدت ها اونجا افتاده بوده تا به دست آورد. آخوندها میگویند که ما این رو آوردیم و به کمند تشکیلات دفاعی سایبر خودمون گرفتار کردیم و او رو نشاندیم. خب اگر راست میگید شما 4 متر اینو بلند کنیم ببینیم چگونه بلندش میکنیم، و کلی قوقا و سر و صدا و تبل و کوس و اینها که این امام زمان و آقای علم الهدا گفته است این امام زمان بود که این آمد، اینا وقتی میخواد بخوره زمین منفجر میشه، امام زمان صحیح و سالم اینو به تحویل ما داد، و از اینجور مهمل های عجیب غریب که البته آخوندها هم برای نشون دادنش اون دستگاه های زیرش رو اگر نشون تصویرش رو ببینید پوشاندن، چون دستگاه های خیلی سریش مثل دوربینش و تشکیلاتش اینا اون زیر هست، فقط بالش رو نشون دادن و عرض کنم شکل ظاهریش رو صدمه ای ما ندیم هواپیما دیده باشه، و هنوز این یک رمز و رازی است که چگونه این هواپیماهای بسیار 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 پیشرفته که در دست هیچ مملکتی نیست، این تکنولوژی نه در دست روس هاست نه در دست چینی هاست، هیچ جا نیست. و اینجا میگفتن که حتی اگر این رو به دست اینا سالم هم بیفته، اینا میتوانن برن این از دیگران هم که دعوت کنن در آزمایشگاه این رو آزمایش کنن ببینن اصلا بالش جنس چی هست، ولی این مهم نیست که جنس چی هست، فرایند ساختن این بسیار بسیار پیچیده و مشکل هست.
و از رمز و راز داخلش هم اینا نمیتونن سر در بیارن که بتونن اسراری که درش هست کشف بکنن. اما آخوندها زدن به طبل، بله ملاحظه میکنی یه برادر چاقوکشی اونجا داره کارشناسی میکنه، چاقوکش پاسدار عزیز اونجا داره میگه که این از همون تکنولوژی B2 هست و تکنولوژی F35 هست چنین و چنان. و البته من مطمئنم که روس ها خیلی خوشحال خواهند شد و چینی ها که دست پیدا کنن یک آزمایش های روی این هواپیمای فوق مدرن آمریکا برای جاسوسی است و کارهای دیگه. و CIA از اینها در واقع اینها رو در اختیار CIA گذاشتن، یکی از بازوهای خیلی خیلی نیرومند CIA در کل منطقه همین هواپیماهاست، انواع دارن اینها. خب اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم، مثل اینکه فان رزینگ آقای شجره ادامه داره. نه ماری خانم تلفنه بس خبری نیست، مثل اینکه آی سی خیلی ممنون، مبالغی هم هدایا من اینجا میبینم هست هر سبت که حالا برمیگرده با شما یکی دو کلمه در این باب هم حرف میزنیم، بعد با آقای عرسی صحبت خواهیم کرد در باب مطالب مربوط به ایران. بله خب بله خانم ماریا که دنباله مطلب را خوندن قسمتی از سر این بچه میگوید رفته و تلاش، چه تلاش پزشکی ماریا خانم، این مثل ساتوره، این درسته چیز پنکر رو نگاه کنه، این ساتوره با اون سرعت درست میکرسی با همون سرعتی که در میشخده با این ساتوره بزنه به گردن بچه، به سر بچه، به لطیف بچه، بدبختی بیشاره به لقاء الله پیوست. خب
با درود بر شما هموطنان گرامی، ما این پوزیسیونی که اینجا داریم و این میز و این بندوبسات و اینها و این خانومایی که نشستن، این 14 سال در واقع تلویزیون پارس هست. یک چیزهایی هم اینجا برای تقدیم به هموطنان گذاشتن، اون چه به من مربوط است ما تقدیم کردیم به تلویزیون پارس. تلویزیون پارس، نه سرزمین جاوید. در واقع اینها یه مجموعه 6 CD، 4 تاش مربوط به تاریخ تصوف هست. خیلی خیلی مهم هست ما این تاریخ تصوف بشناسیم، چون خیلی خیلی در زندگی معنوی ما تأثیر شد داشته، که البته حالا امروز به صورت حقه‌بازی شده است، این مطلب دیگری است. اما خب اصل مطلب چیز دیگری بوده، جنگ چالدران و جنگ قادسیه، که دوستان هستن و میتونید صحبت کنید و بچه‌هایی که اینجا مدت تلفن هستن اجازه بدید با آقای عرسی صحبت کنیم از دالاس تگزاس. درود بر شما آقای عرسی. درود بر شما آقای مشیری و درود بر بینندگان برنامه شما جناب. درود بر شما. درود بر شما آقای عرسی. کاملا جابجا شدید دیگه، امیدوار هستم. بله دیگه، تقریبا دیگه کارا درست شده. کارا درست شده. بله کارا درست شده. آقای عرسی گرامی، عرض کنم که همونطور که مطلع هستین، یک فضای جنگی مدتی است ایجاد شده. اروپایی ها دارن متفق میشن اینها، و خارج کشور در اروپا و آمریکا ایرانی ها دو گروه شدن، هر گروه دیگری رو به خیانت و به ستون پنجم بودن متهم میکنه. یک گروهی قسم میخورن که جنگ بشه ایران نجات پیدا میکنه، یک گروهی سوگند میخورن که ایران خراب میشه. و من نمیدانم آدم وقتی تحقیقی میکنه مطلب میسه مبتنی بر یک آماری نظرخواهی، ما هرگز آمار نظرخواهی در مملکت ما نبوده، اگرم بوده اشتباه بوده و خیلی فضای بدی شده. بعض کسان خود رو محق میدانن که گروهی رو خائن بنامن و ستون پنجم اسرائیل و صهیونیسم و نمیدانم کاپیتالیسم و از این حرفا بنامن. حتما شما در جریان هستید، لطفا بفرمایید ببینیم نظر شما چگونه است در این باب. من هم آقای مشیری اون چیزی که مشاهده دارم میکنم در این یه ماه اخیر، همین چیز اصفناکی است که هزبالی دارید به اون اشاره میکنید. البته من اینو خیلی چیز عجیبی نمیدونم، خیلی طبیعی است. مثلا فرض کنید یک مسئله به این مهمی وقتی که پیش آمده باشه که ما دارید میبینیم، فرض کنید خطر جنگ از جمهوری اسلامی، این همه تحریکات که طی 33 سال اخیر کرده، یه بحثی به وجود آورده، اسرائیل و غرب و ایالات متحده امریکا خب پی در پی دارن اشاره میکنن که این در واقع راه‌حل نظامی رو به کناری نگذاشتن، این راه‌حل رو میزه و ممکنه همونطور که علیه عراق استفاده کردن علیه ایران استفاده کنن. خب حالا این وسط خیلی طبیعی است که در برخورد با این موضوع نظریات اونابوه میتونه به وجود بیاد، موافق و مخالف با هم به و چیزای از این دست. من خودم کسی هستم که خب از سالیان دراز از سالی شاهد و گواه بودید که حتی قبل از حمله ایالات متحده امریکا به عراق از خطر درگیری نظام با ایران صحبت کردن و همیشه هم معتقد بودن و الان هم هستن که یک حمله نظامی به ایران از سوی آمریکا و غرب و اسرائیل
ایران رو به احتمال قوی داغو خواهد کرد. حتی اقل این استش که جلوی جنبش دموکراتی کشور ما رو خواهد گرفت. من به این نظر معتقدم که اعتقاد عمیق دارم که جنگ را هم نیست، جنگ را هم نیست. اما مشکلی که واقعا الان پیش آمده و بسیار بسیار جناب مشیری باعث تعصب و جناب عالی اشاره کرد خودمون، این استش که الان این طرفین این موضوع که موافق و مخالف حمله نظامی به گونه بسیار بسیار زشتی بخش بزرگ از اینا افتادن به چونه هم. خب مثلا همه ادعا میکنیم که در هر حال ما دموکرات هستیم، ما خواهیم خواهان تأسیس آزادی دموکراسی در ایرانیم، از حکومت مذهبی دیکتاتوری استبداد مذهبی بیزاریم. خب ولی به رغم این ادعاها این زبان گفتاری، این زبانی که به کار برده میشه این طرفه نمی هم به کار میبرد، زبان زبان دموکراسی نیست، زبان محاوره و گفتگوی احترام‌آمیز نیست. بله این زبانی که به کار برد زبان اصل جنگ سرده، زبان ایدئولوگ ها و بنیادگراها و بنیادگرای عقیدتی. آها. من گمان ندارم که اونایی که از جنگ مثلا بشر دوستانه دفاع میکنن یه دست را خوب اومدن باز کردن که آها همطور افتاد در ایران بایستی خب مثلا ما دفاع کنیم از دخالت بشر دوستانه نظامی قرد. من با این قرد مخالفم، اما در خوردی که مثلا بسیاری از این شخصیت ها با اینا کردن، شخصیت های مخالف جنگ، حقیقتا در خورد زشتی بوده. کلماتی نظیر ستود پنجم دشمن، بیشر، ریاکار و خیانت، چیزایی از این دست که اون طرف یا در ارتباط با اینها یعنی کسانی که معتقد به دخالت بشر دوستان هستن، اونا هم هر کسی که مخالفت داره میکنه با جنگ از اونا به عنوان به گونه ای پادر جمهوری اسلامی، پادر جمهوری اسلامی از اونا اسم دارن. خب من واقعا میخوام بگم که این باعث بسیار 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 تأسفه حقیقتا، و این زبان زبان دموکراسی نیست. با دموکراسی با زبان دشمنی ما نمیتونیم برسیم، با جنگ ما نمیتونیم، با فحش و توهین به هم دیگه جلو جنگ رو بگیریم. خب واقعا هم خنده داره، مثلا انبوه عظیمی از مردم ایران، ما نمیدونیم بدبختی عظیمی که بخش بزرگی از مردم ایران گیر کردن، مخصوصا مخصوصا اقلیت های دینی ایرانی، به قدری از این رژیم زرد خوردن و بخشی از اینها معتقدن که آرزو میکنن کاش آمریکا به ایران حمله کنه. بله گفتم بله با نظر اینا موافق نیستم آقای مشتی، اصلا با نظرشون موافق نیستم، اما من اینا رو درک میکنم. من نمیشم به اینا بگم ستون پنجم دشمن، نمیشه به اینا گفتش خائن، نمیشه به اینا گفت بیشرف یا خار کریه ها منظر. خب این با این زبان ما نمیچین بریم. بله چقدر ایرانی من بچه اون رو بریم بگیریم. در واقع وقتی که اینجوری قهرامی ما هم صحبت میکنیم جلوی که همکاری دموکراتیک گرفته خواهد شد، کسان که خود اینا مدعی دموکراسی خواهی هستن چه اون فرشی این دارن بسیار از بنده می دانن، اکثرا هم استاد دانشگاه و زنده خنده و محقق و غیره و غیره غیره هستن. بهتر از بنده می دانن که دموکراسی دو قسمت داره، یه بخش اختلافه، یه بخش مدارا و تولرانس و گفتگو. این یه سوی قضیه، سوی دیگه قضیه های مشکل این که چند وقت پیشم در صحبت خصوصی که با هم داشتیم اشاره کردیم، از نظرم به این قضیه اشاره کردیم که اصلا این حالتی که الان این گروه های ایرانی موافق و مخالف جنگ دارن، دست کردم بردم خودم هم جز مخالفین جنگ، هم مخالفین 100% جنگ هستم، جنگ سر را حل نمیدارم. اما یک سو میخوام اشاره بکنم به این که اصلا این دعوای اینجور پرهیجان ما علیه هم دیگه چایی در جلو چیزی تا به مصابه جنگ نداره. بله
به هیچ وجه ملل وجود اگر امریکا و اسرائیل فردا به ایران حمله بکنن به خاطر درخواست عده‌ای از ایرانیان نخواهد بود که بله. درخواست کمک بشر دوستانه نظامی کردن. آمریکا به خاطر فلان ایرانی که وارد چین نخواهد شد که اونا بود منافع خودشون در وهله اول روی امنیت اسرائیل بخواهد یک جنگ را علیه جمهوری اسلامی شروع بکنند. یک مثلا و مثلا دیگه این که دعوان شما میخواییم با قرب بکنیم مخالفت کنیم تظاهرات کنیم مقاله بنویسیم قرب از حمله به ایران خودداری نخواهد کرد. یعنی دیدیم ما های ما شاهد بودیم های مشیدیم وقتی که داستان عراق پیش آمد تمام کره زمین تظاهرات کردن علیه چند بله. تمام کره زمین دخواهد فلان های دولت بوش گوش کرد سر جنگ انجام دادن. سازمان ملل متحد هم به اتفاق آرا بونه موافقت بکرد باشد ولی آقای بوش برنامه خود چه اجرا کرد متحد با آقای تونی بلر انگلستان رفتن دو عراق رو به روز انداختن که حالا در مورد فرض بد خوبش مردم میتونن به درستی قضاوت کنن که چه بلایی در سرش آمده. بنابراین من میخوام بگم که مقدار زیاد این قضیه خود بزرگبینی یعنی یه مقداری بله. ایرانی ها تو چون خود بزرگبینی و خود اشتهابینی هستیم که گویا انگار مثلا اونها با موافقت ما یا مخالفت ما به جنگ خواهند رفت یا از جنگ دست خواهند کشید. من فکر میکنم ما اگر واقعا ذهنمون مشغول به این قضیه هستش که یعنی نگرانی از جنگ داریم از دست استهدافی که جمهوری اسلامی بر سر مردم اعمال میکنه بهترین طریق هستش که جناب باشیم ما پناه بداریم به ملتمون به ملت ایران اون مردم رو از عواقب جنگ آگاه بکنیم این مردم رو از عواقب ماندگاری رژیم جمهوری اسلامی که اگر این بماند بحران رو و بدبختی رو و خطر رو برای دائمی خواهد کرد کاری بکنیم که تلاش بکنیم که مردم ایران جناب باشیم حرکت کنند علیه این رژیم و جلوی ماجراجوهای حکومت رو بگیرن و به قول یکی از امریکایی‌ها این نظام رو حل بکنن. توقعی که این قدر رو این مانع رو از جلو روی ملت ایران بردارن و بدین نسلیم که جلو جنگ رو گرفت و بدین نسلیم که از دست استبداد جمهوری اسلامی نجات پیدا کرد. یک همت میخواد آقای مشیری، خرد میخواد، سازماندهی میخواد، امید دادن به ملت ایران میخواد. ما اگر بتونیم بریم خب کاری که در اروپای شرقی انجام گرفت، کاری در مصر شد، کاری که در آمریکای لاتین شد، بریم دنبال قضایا، کاری که در شیلی انجام گرفت، بالاخره این مملکت را میتونیم ما تغییر بدیم و در اونجا تحت آزادی تحت دموکراسی کنیم. من خیلی متاسفم جناب مشیری از این قضیه به وجود آمده و گمان میکنم خاصه میخوام اشاره کنم به شخصیت های مثل انصاری که در این مورد واقعا بگید بنویسید و به این طرف این دعوا اشاره بکنیم که این از این کار درستی نیست که هر واقعی برای کشور ما پیش میاد به جای اینکه هر مصیبت پیش میاد یا پیروزی پیش میاد به جای اینکه نیروهای سیاسی مملکت رو اینها رو به سوی کنسانسوس به سوی اتفاقی برونه هر چیزی تبدیل به یک عامل بحران به عامل اختلاف میشه. این ور به اون ور میخواهیم اون ور به این ور میخواهیم بله بلبت جلوی واقعا قضایه گرفته بشه این چهره کریه واقعا این روشی که ما داریم فوری هم دیگر رو خائن و مزدور و این ور به اون ور میگه شما عامل جمهوری اسلامی هستید چون گفته ها به کشور ما حمله نشه این طرف هم گفته میگه که شما عامل امپریالیسم هستید نمیدونم ستون پنجم اسرائیلی ستون پنجم ایالات متحده امریکایی فقط به خاطر اینکه گفتید که خب بله کمک بشر دوستان ما میتونیم بگیریم کشور خودمون نجات بدیم من واقعا میخوام راه درستی نیست. این نشان دهنده این قضیه هستش که هنوز جامعه سیاسی ایران به بلوغ فکری نرسیده متاسفانه از کودکی باید بیایم بیرون ما واقعا این قضیه صحیحی نیست و اندازه و حد خودمون رو بشناسیم. بله بله بسیار درست فرمودید آقای عرسی. آقای عرسی در واقع بعد از این ماجرای نمیدانم سوء قصد به سفیر سعودی و بعد اون ماجراها
داستان گزارش IAEA، اینها اروپایی ها متحد شدن و بعد اینها سفرا خودشون هم خواستن و ایران ایزوله تر و ایزوله تر داره میشه و در واقع به گونه ای تکیه بر چین داره، یعنی چین منافعی داره در منطقه و به صورت یک قدرت بزرگ در آمده، مصرف کننده بزرگی هست. آیا تصور میکنید که اگر که در واقع همه کشورهای بزرگ، روسیه هم اعلام کرده که ما یک بشکه نفت هم از ایران نخریده ایم و ما هیچ دخالتی نمی کنیم، معنیش این است که شما هر کاری میخواهید بکنید، شما فکر میکنید چین در پشتیبانیش از ایران صادق واقعا، یعنی کمک این مردم میکنه، یا اینکه به تاراج و قارت همچنان که دست آخته و من میشنوم که بازارهای ایران پر از این جنسهای قلابی و به در نخور چینیست و چه بسا باعث حتی قتل و مرگ مردم هم میشه، کما که من شنیدم یکی از این مدلهای تهران که خیلی هم حالا گویا ثروتمند بوده با مبلغ نمیدونم 17-18 میلیون تومان رفته بینیش رو عمل کنه، داروی بیهوشی چینی زدن و ایشون فوت شده. خواستم ببینم این مناسبات چین و این ارتباط چین آیا میتواند این جمهوری رو نجات بده واقعا، یعنی همه نیازهاش رو برآورده کنه به وجهی که این رژیم گمان کند که به جهان احتیاجی ندارد با تکیه بر چین، یا چگونه است؟ ببینید آقای مشیری، این که چین تا چردی میتونه خواستای رو برآورده کنه یک مسئله است، این که عملا واقعا داره چه اتفاقی میفته، اون چی که از تمام اخبار برمیاد، جمهوری اسلامی از یک طرف علیه ملت خودش داره عمل میکنه، یعنی در دو جبهه داره میگن، یکی علیه ملت خودش که مهم در این جبهه هست برای اون، موضوع دیگه درگیریش که با اسرائیل و غرب و امریکا پیدا کرده. بله، این الان این رژیم بین این دو قدرت ملی و قدرت بین المللی گیر کرده، در اینجا برای خودش هیچ راه حلی نمیبینه مگر این که پناه ببره به جمهوری چین و اوز احوال هم حالا اینجوری نشون داده که چینی ها تا اونجا که تونستن اونجا که منافع خودشون ایجاب کرده از اونها دفاع خودش رو انجام دادن، چون ببینید الان هر برنامه‌ای که انجام میگیره از این طرف، یعنی سانکشن هایی که علیه جمهوری اسلامی اعمال میشه، اینها جای خالی غرب رو خیلی کنن در حال از طریق چین بکنن. خب این اقتصاد ایران داره نابود میکنه، اما رژیم رو به گونه ای نگر داشته. الان چیزی در مورد ایران اقتصاددان رو بیان میکنن واقعا این جمله است، الان اقتصاد ایران ویران شده، ولی این ویرانی چگونه است؟ از یک طرف سنشنهای قربه که اقتصاد ایران رو رو به ویرانی برده، از طرف دیگه تهاجم کالاها و سرمایه چین به ایران، یعنی اون با تاجم سرمایه و کالاهاش که اقتصاد ایران ویران کرده در از طریق محافظه اقتصاد. میدازی شما الان با در زمینه تولید پارچه و مشاعل خانگی و تمام چیزهای از این دست به طور کلی ما که وابسته شدیم، ایران دیگه در این مورد چیزی نداره. بله. افرادی مثل عسکر اولادی اینا رفتن از طرف دولت باشه بزرگی در شانگهای و دایرن و بکن و خیر و خیره به وجود آوردن، هانکونگ و مناطق اینچنینی و هر چیزی که از این طرف راهش از توی غرب ایران بسته میشه، این ها سر میکنن چین رو جانشین بکنن. خب چین هم الان یک تقدیر در اینا به وجود آمده آقای مشکی، الان چین میدارید شما چه سالها قبل که چین هنوز به یک قدرت جدی تبدیل نشده بود، از قرص حدیزا میترسید و کوشش میکرد که در ارتباط با ایران و کشورهای از این دست تا اونجای جلو بیاد که خشم غرب و بر نه این چیزه اصطلاح بزرگ خودشون بخار موردن این بود که غرب در شوروی انده رفت به دلیل رقابتی که ما آمریکا داشت و ادعا میکردن که ما این رقابت رو دیگه نمیخواهیم بخوریم و تمام سیاست خارجی خودشون رو در پایه جناب مشیر چهران از اینها که در زمان تنسیافی فرموله شد و بعد در زمان جنگ زمین به همین چهره ها ادامه پیدا کرد، در پایه چهار امر در بنیانگذاری کرده بودن. این چهار امر عبارت از این بود که یک، گفتن ما وارد رقابت نظامی
با غرب و جهان نمیشیم، دو ما اعمال هژمونی نمی کنیم، سرکردگی نمی کنیم، هژمونی هیچ کشور خارجی هم نمی پذیریم، در امور داخلی هیچ کشور هم دخالت نمی کنیم. سوم که همه مشکلات رو در نظر بین‌المللی کوشش می کنیم که از طریق گفتگو و روابط مسالمت‌آمیز و راه‌حل‌های غیر نظامی جلو ببریم. چهار مسئله که ما خیلی تأثیر داشتن این بود که چین به دنبال بلوک‌بندی به طور کلی نخواهد بود. هیچ گونه بلوک سیاسی اقتصادی ضد غرب رو رهبری نخواهد کرد، بازمن نخواهد شد. اما با تحولات ایران مشیدید در این که چهار سال اخیر به حساب به وجود اومده، اولا چه خوب تحصیل شده به دوم اقتصاد جهان، بله، دوم اینکه این شده اولین و بزرگترین صادر کننده عالم و با تحولاتی که در سطح بین‌المللی به وجود آمده، اینها احساس میکنن که همه ابزارها رو برای تبدیل به قدرت اول عالم دارن، فقط یک نقطه ضعف عظیم دارن و اون که تمام منابع انرژی جهان در اختیار ایالات متحده امریکا و غربه. بله، زیرا ما شدیداً به انرژی ایران، میانمار، قزاقستان و ترکمنستان کشورهایی هستن که در دستورس چینی ها بیش از حد اندازه اینها نیازمندن و سر این قضیه حاضر هر کاری انجام بدن. به همین دلیل چهار اصلی که معروف بود به نام چهار نه در سیاست خارجی چین و در حزب کمونیست فرموله کرده بودن، به تصویب مجلس خلق رسیده بود، به تصویب کنگره حزب کمونیست چین رسیده بود، اون چهار اصل هم هر چهار تا دارن زیر پا میذارن، هم وارد مسابقه نظامی شدن، هم اعمال هژمونی دارن میکنن. چون ببینید الان مثلا ماجرای این میانمار پیش آمده، میانماری که کشورهای بوگام برمه‌سابق کشوری بود که شدیدا با چین توش بودن، بالاترین روابط اقتصادی و نظامی رو با چین داشتن، از زمان چه آقای شن بر سر کار آمده که خودش نخست وزیر سابق بود و این رکوردیست و شروع کرده به آزادی احزاب و انتخابات و خانم آنسوشیرم که آزاد کردن و ایشون قرار در انتخابات شرکت کنند، خانم کلینتون رو دعوت کردن بودن به میانمار و به مجرد اینکه روابط میانمار با غرب شروع شده و روند دموکراسی دستور آغاز شده، چینه را شروع کردن به تحریک کردن قبائل قشنگ که از قبائل مسلحی بودن که دنبال تجزیه هستن بین در ایالت هایی که بین چین و میانمار قرار دارن، الان مبارزات مسلحانه از تا سه هفته قبل آغاز شده های مشکلی در اونجا دوباره شروع کردن اونا به نام اینکه ما استقلال خودمون رو میخواییم، از استقلالشون درست کردن به دنبال تجزیه طلبی و اینا که جنگ های وحشتناک همین یک هفته اخیر در اونجا به وجود آمدی که تمام تحلیلگرها میگن که دخالت چینه در این قضیه. خب در زمینه امور دیگه هم که ما رقابت میکنیم و نمیدونم دنبال میشیم و راهحل مسالمت‌آمیزیم، ببینیم که در برخوردهایی که با فیلیپین داره، با برخوردهایی که با ویتنام داره، حتی با برخوردهایی که یه جوری با اندونزیایی دارن انجام میدن، دارن زبان نظامی به خونه دارن به کار میبرن. مسئله چهارم هم که من گفتم ما دنبال بلوک‌بندی نیستیم. چرا باشید الان عملا این گروه شانگهای که چین و روسیه و ترکمنستان و تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان و مغولستان از اونجا بودن و ایران را من اینجوری به عنوان مهمان دعوت میکردن، الان اینا دارن تبدیل به بلوک اقتصادی میکنن و کوشش میکنن در هر جای که آمریکایی هستن و از آمریکایی هم اونجا بیرون بکنن، مخصوصا در قزاقستان و ترکمنستان. در ایران حالا تأکید دارن که به گونه ایران رو جذب کنن به سوی خودشون. ما چون اینا الان اگر ما دقت کنیم پاکستان هم که باش آمریکایی‌ها درگیر شده در قضایای اخیر جای پا و تحریک چیز را هم رو بسه مشاهده بکنید. شدیدن این آقای کیلانی نخست وزیر پاکستان اعلام کرده که ما هر جای که آمریکایی‌ها برنامه رو قطع کنن، ما کوشش خواهیم کرد به چینی‌ها نزدیک بشیم و با چینی‌ها همکاری داشته باشیم. هندی‌ها در فردار که جناب مشیری از رابطه چینی ها دارند، معتقدند چین یک سیاست به اصطلاح بازی متفاوت
رند رو داره جلو میبره، یک شایک روی عمل میکنه، جای دیگه این خریده رو به شکل دیگه جلو میبره. خیلی جا به هر دشون میزنن متا اون استقام معروف، اون بخیان عمل کردن، اون آبز نکاه بودن و خود رو خیلی زنگ نشون دادن دوز استراتژی سنتی چون که همیشه میگن گفتن قدرت خود رو اگر آ مقداره اون قدرت رو آ دوم و آ سوم نشون بده. برای حتی جمهوری اسلامی که اگر به اندازه یک کرم پول داره میگه یه میلیون دلار دارم. بله. اون معمولا قدرت رو ضعیف‌تر نشون میدن و اعمالش انجام میدن. دوست میخوام بگم که اعمال خیلی عادی هستش. یه جا من اعتقاد بر این دارم که الان جمهوری اسلامی شدیداً به چین داره نزدیک میشه. در مقالاتی که الان دارن دارم به خواب میبرد میگیستن وقتا در ازمان کیهان اگر ببینیم این اشاره میکنن به این که ما محاصره اقتصادی وحشتناک فرض رو دور خواهیم زد. حتی اگر نفت ایران رو نخرن ما جاهایی داریم که نفت رو موجود چین بفروشه. چین ما در این مورد سخوت کردن اما به کارهای خودش رو دارن ادامه میدن و بقیده مخلص حالا بعد آن داستین دادن دروغین دادن من ندارم ولی گمان میکنم که چینی ها لاغل اینها رو تخلیف کنم به این قضیه که شما از سیاست مبارزه با غرب رو جلو ببرید ما پشت سر شما هستیم. کی از این دست ها انکچی و یا در روز این که جمهوری اسلامی شدیدن به تار مشکل بشه کشتر جمهوری اسلامی خواهند زندان خواهند داد من نمیدارم ولی لاغل میتونم بگم که در جریان جبهش سر که جمهوری اسلامی شروع کرد به سرکوب کردن مردم و تظاهرات بدون اون سرکوب کرد ابزارالاتی که چینیا فرستاده بودند تمام اون وسائلی که به درگیری‌های خیابانی مربوط بود همه اینا چین و پکن و شانگهای صادر میشد به منطقه اینا. آقای عرصی عزیزم جاله بله عزیزم اول اینکه صدای شما خیلی زیر و مخدوشه من فکر میکنم هفته آینده با تلفن زمینی تلفن دستی شماست. بله بله ولی این تلفن دستی صداش خوب نیست عرصی جان، حتی منم مشکل دارم بعضی فرمایشات شما رو بفهمم. اینه که خواهش میکنم هفته آینده با تلفن در واقع لندلاین صحبت کنیم، خیلی خیلی مخدوش و در واقع با یه تونالیته خیلی زیری، یعنی پخش میشه و وقتی به این دستگاه میرسه یک مقداری فرمایش شما نامفهوم میشه. آقای عرصی من به یاد دارم در شیکاگو خود شما هم تشریف برده بودین، در اون در واقع سه نسل اقتصاددانان ایران از هاشم پسران و عرض میکنم سایر دوستان که نام بردین بله جناب عالی خانی و اینها یک مطالب جالبی فرمودید. یکی از نکاتی که گفته بودن این است که پادشاه سابق پایه اقتصاد رو بر واردات گذاشته بود، درسته؟ و بله و کره جنوبی بر صادرات بنیاد کره جنوبی رو میریخت. حاصل این شد که ما از کنم خریدار شدیم و به جای نرسیدیم کره با اینکه عقب بود. شما فکر میکنید این اقتصاد آخوندی امروز حاکم بر ایران از چه نوعیست واقعا؟ این چه اقتصادیست اینها دارن؟ حالا آقای مسیلی من در این مورد خوب هزار نظر کردنم نمیتونم هزار نظری بکنم. حقیقتا اون استش که ببینید آقای مشکلی الان اقتصاد ایران به شدت سیاسی شده، یعنی هر عملی که اینا انجام میدن اسلام فارد اقتصادی میدارن اون قبل از این اقتصادی باشه بیشتر یه عملی سیاسی. بله ببینید مثلا به موقعان نمونه همین قضیه انرژی هسته‌ای. ببینید انرژی هسته‌ای رو اینا ادعا میکنن که تمام فعالیت‌های ما در زمینه انرژی هسته‌ای و تکنولوژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌جویانه و هدف تولید انرژی برای تقویت اقتصاد کشور بود. خب شما ببینید اینا بر سر یه امر اقتصادی که ادعا میکنن ما تمام کارام رو برای خاطر منافع اقتصادی ایران در زمینه هسته‌ای داریم انجام میدیم، این کار باعث شده که تمام اقتصاد ایران فرو ریخته. بله و از مسئله انرژی هسته‌ای یک امر ناموسی اومدن درست کردن. بله خب شما ببینید در علم اقتصاد از یک کار اقتصادی بیایید یک امر ناموسی درست بکنید در حد نمیدونم اصول دوکم مثل قرآن و انجیل و کتاب مارکس و که امر مقدس بیایید شما درست بکنید. خب این کار اقتصادی نیست،
تمام اعمالی که از داره اقتصاد داره انجام میدن بوده ای که مشتی اکسل عملی اینا انجام میدن. مثلا الان ایران سر قضیه بنزین که اصلا رفتن پای تولید بنزین یا خیلی چیزا دیگه تمام اعمال اکسل عملی بوده. امروز در اقتصاد بین‌المللی این الف با هر کسی که معلومات عمومی معمولی هم داره این حضیه میدنید که اقتصاد پیش رو به اقتصاد نیستش که در پایی اتقام خود به وجود آمده باشه چون همه چی رو که خودم تولید کنم و به چند مصرف بکنم به خارج نیاز نداشته باشم در اونجا اقتصاد ایران و اقتصاد کره جنوبی از هم جدا شد که کوریا اقدام کردن در زمان های پارتونگی که اون هم یک دیکتاتور بود ببین شعور داشت که بیدنشش که برای که اقتصاد کره رو واقعا جلو ببره باید به صادرات فکر کنه باید ببینه که چی رو تولید بکنه که بشه بازار بین‌المللی وجود داشته باشه نه به دنبال اتکام به خود به موهی از این دست. ایران که گرفتار شده اما چی میشه اون واقعا وجود داره راهنمای اقتصادی نیست. هر عملی که این انجام میدن یک عمل سیاسی اقتصاد این رو حتی باید کار سیاسی داری که در حال داره بسید تحصیل کنه اون معلومه که سرده بشه چون اقتصادی چه چیزی خواهش رو فعوم شدن فعوم فساد هرج و مرج به تمام بلاهایی که به اون بشر مردم میزنن. خب عرصی جان اجازه بدین من پیرو صحبت قبلی که فرمودید که اینها هرچه غرب اینها رو محاصره اقتصادی بکنه و همین تحریم ها و اینها ما 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم اینها رو میارن به چین. سوال اینجاست که چرا غرب داره این کارها رو انجام میده؟ آیا این تفکر پیش نیست که خب اگه غرب به نتیجه نرسید از این تحریم ها و آقایان ماجرای تقلیز اورانیوم رو ادامه دادن همچنان که میدهم پایانش خب به جنگ میرسه، یعنی این راه جنگه. آیا این انقدر خرد ندارن که فکر کنن میتونن با غرب بجنگن و بعد پیروز بیرون بیان؟ چه فکری هست، چه فکریهی دنبال این کارها هست واقعا؟ خب آقای مشکلی خودتون میدونه دیگه، به هر حال این داستان حاکمیت ایدئولوژی و وجود یه جناح دیکتاتوری که مستبدین مذهبی که به هر حال آقای مشکلی اینها از هر گونه تفکر ملی واقعا به دور هست و دوچار این انحراف عظیمی شدن و خب احتیاج بررسی واقعا عظیم داره، خیلی گسترده ای داره مذهب. ما تا خود ما میدهیم آقای مشکلی نمونه های هیتلر رو ما داریم، مسلمی داریم، قذافی رو داریم، صدام حسین رو داریم. خب ما میبینیم که در زمان صدام حسین که خیلی از اینا عاقل‌تر بود از این اومده، خب برنامه احمقانه رو این حمله کرد به کویت، باز هر بهش ایستاد تمام جهان بهش گفتش که آقا از اونجا خارج بشو یا میزنن داغونت میکنن، گوش نکرد. بله خب ایشون منطقه رو تماما به نابودی کشید. من گمان میکنم که ما به این حکومت و امثال اینها زیادی عقل و اخلاق و داره مختلف میده. اینها این کسانی که قدرت رو هم در ایران در دست دارن اینها واقعا یه باش انسان های خاصه و اخلاقی هستن. نفت همون کسی که به نام ولی فقیه علی خامنه‌ای در رأس قدرته و تمام نیروها رو الان در اختیار خودش گرفته جناب مشتی، الان این به یک موضوع خاصه ترسو و احمق و بیشرط یعنی تحت وجودی که کاربرد زور، کاربرد قدرت، ترس از سقوط بیش از پیش اینو به سوی فساد اخلاقی و بیخردی سوق داده، در نتیجه کارهایی داره انجام میده الان در حوزه اعمال یک انسان بیخرد، یک دیکتاتور مریض و بیمار و پریشان احوال و مورد بررسی قرار داد. در غیر این صورت غیر قابل تحلیل قضایا بله بله سرانجام. عرصی جان خیلی سپاسگزارم از شما، متشکرم. هفته آینده با صحبت میکنیم و امیدوارم خسته نباشید. تا برنامه دیگری از شما خداحافظی میکنم عزیزم. من از شما سپاسگزارم جناب مشینی و تا برنامه دیگر. به اصخایی از این که بازی تلفن اینجوری بوده دفعه بعد من با تلفنی بله بله حتما این کار میکنم. قربان شما، شب و روزتون بخیر. دوستان گرامی، با دوست عزیزم آقای عرصی دلاز صحبت میکردیم در مورد قضایای خیلی خیلی مهم. اشاره میکنم خدمت شما که این برنامه ها
که میبینید عوض شده است و پشت سر ما عکس کسروی نیست و دکتر مصدق نیست و ستارخان نیست و فردوسی نیست و پارس هست. این در واقع 14 سال تلویزیون پارس هست که بچه ها عرض کنم که جشن که نمیتونم بگم، یک برنامه کمک هست به تلویزیون پارس. اکنونم که من صحبت میکنم اینجا، دوست عزیز و نازنین و بزرگوار من آقای فرجی منتظرن که این برنامه تموم بشه و تشریف بیارن اینجا برای شما صحبت کنن. برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسه با شما دوستان عزیز، به اتفاق دوستم مظفر که اینجا هستن. از شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر که البته دوشنبه خواهد بود و یک برنامه مخصوص شاید در باب مغالطات و اینها. شما رو به خداوند بزرگ ایران زمین می سپارم. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.